خب سفت سفت خودتو نگهدار، من اینو ببندم. ببین البته گلم، به نظر من که موی کوتاه هم خیلی بهت میاد. اصلا من میگم کوتاه بکن، برس تو صورتت، به چشم کارفرما بیای. این چی میگم؟ من نمیدونم شما الان چرا اینقدر ناراحتی ناز دلم. یه عکس قدی ازت خواستن موقع استخدام، ناراحتی نداره که. یعنی حق اون رئیس نیست سایز و قد و هیکل شما رو بدونه؟ این همه زحمت میکشن، کارآفرینی میکنن، پولم که بهتون میدن. بعد 8 صبح تا 6 بعد از ظهر شماها ور جلوشونید. بعد یه چیزی انتخاب بکنن چشم نواز باشه. شما یه گلدون میخوای بخری؟ 100 بار میری بازار میای ببینی که اون به خونت میاد یا نه. 1000 بار اون گلدونه رو نگاه میکنی. بعد شما از رئیس توقع داری که قد و هیکل شما رو نسنجه؟ وقتی قرار بشینی وسط شرکت به اون دیزاین باید بیای یا نه؟ به گچبریای اونجا باید هماهنگ بشی یا نه؟ اتفاقا بحث شما نباشه، من دایی کوچیکم شرکت روغن نباتی داره، بعد یه منشی داشت چاق دیگه، بهش گفتن عزیزم شما یک کفش پاشنه بلند بپوش، یه بلوندی بکن، بعد لاغر بکن، اون لباس گلو گشاده رو در بیار، یه چیز کشی بپوش، بذار بچسبه. لباس به تن شما بچسبه، مشتری هم پای قرارداد میچسبه. دیگه اینو همه میدونن. همونجا دریده برگشته گفته که چطور فقط به زنای شرکت گیر میدید، مرد شرکت همه چاقن، 60 لایه گوش دارن. خب احمد، مرد شاید با بیرون رفتگیای گچبری ست شدن. تو رفتگیاش افتاده به شما. بچه‌ها دایی من خب خیلی زرنگه، همونجا زنی که معلوم الحالو به خاطر هیزی و فساد در شرکت توبیخش کرد. معلوم نیست از کجا این مردا رو دیده، دقت کرده، لایه لایه چربی‌ها رو شمرده، فهمیده 60 لایه چربی دارن. از کل چربی که نمیشه فهمید. دیگه هر چقدر دختره اصرار کرده که بابا من کارم خوبه و تحصیلات دارم و توانایی دارم اینا، دایم گفته نه، بعد لاغر کنی. اینم رفته بالا تنه رو لاغر کرده که میز میزنه بیرون. دایمم اندازه بالا تنش نصف بهش حقوق میده. والا دیگه شما که میخواییم گنده باده معدوی بکنین، پیشرفت بکنین، تو جامعه حضور داشته باشید، اندازه مردم حقوق بگیرید، بعد تهش هم هر کاری بهتون بگن انجام ندید، نمیشه که. دیگه خودتون نمیخواییم پیشرفت بکنین. مثالش همین پریه ما اینجا یادتونه که کار میکرد. این رفت یه شرکتی برای استخدام منشی میخواستن. اونا بهشون گفته بودن که ببینین کار ما زیاده، فشار کار زیاده، ما نیاز داریم به یک منشی که فضا رو برامون آرام بخش بکنه، بهمون روحیه بده. دیگه پریه کله خرم بهش برخورده، گفته که این تو هیته کار من نیست. رفتم باش حرف زدم، گفتم که بابا پری، خب هیته کاریتو گشاد بکن. دور هیته کاریت که سیم خاردار نکشتن، عقده ای نشستی داری 4 تا کاغذ منگنه میکنی، 4 تا چیز داری تایپ میکنی، دستت هم از هیتت ببر بیرون، شونای رئیس یه ماساژی بده، چه میدونم براش لالایی بخون، حوصله‌اش سر رفت، براش صدای جوجو در میاد، بذار رئیس روحیه بگیره، راندمان شرکت میره بالا، به کشورت خدمت کردی. اتفاقا رئیس هم بهش گفته بود، گفته بود امثال شما نمیذارن کشور پیشرفت بکنه، هی سنگ میندازید، هی تحریم میکنید، وضع ما اینه. من همیشه این جمله رو گفتم که خودمون باید از خودمون شروع کنیم، همدیگر رو تحریم نکنیم. ولی دیگه پری قبول نکرد، دیگه گفت من جای مسموم کار نمیکنم، منم دیدم این حساسه، فرستادمش یه جای ام شرکت روغن نباتی دایم اونجا کار بکنه. دوباره پری روز اومده زجه موره که من میشینم داییت میاد با من حرف بزنه، دستشو میذاره رو پام. گفتن دیگه ببخشید رئیس شرکتتون دست داره، اصلا برو استخدام یه بی دست شو. خب دستشو کجا بذاره؟ دستشو تو هوا نگه داره که خب تصویر زشتری بهتون یه جوری برمیخوره. بذاره رو سرتون که میگه چرا چه میدونم داره با موهام بازی میکنه، بذاره رو شونه میگه رفیق شده. خب این بدبخت ذلیل مرده دستشو کجا بذاره دایی من؟ طفلی داییم یه مدت شرکتش صندلی دستدار داشت، این دسته صفر بود، هی دستشو میذاشت روش دستش خواب میرفت. دیگه یه منشی استخدام کردیم که این اول دستشو بذاره رو دسته موب، داییم دستشو بذاره روش که دست بدبخت زیرش نرم باشه. بعد دیگه بعد یه مدت خون به دست دختره نرسید و قانقاریا گرفت و چه میدونم دستشو قطع کردن، دیگه به دردمون نمیخواد، انداختیمش بیرون. به خدا انقدر مدیر عامل بودن سخته. فکر کن بدبختا همش باید زن استخدام بکنن که بتونن نصف مردا بهشون حقوق بدن، هی هم باید با یه مشتلیته ایرادی چونه بزنن، خب اذیت میشن دیگه، باید دقت بکنن کیو میخوان استخدام بکنن. من خودم یه سری میخواستم استخدام بشم یه جایی،
ازم عکس خواستم، من یه دونه عکس 3x4 فرستادم، گفتن که نه لطفاً عکسی واضح‌تر و بهتر بفرستین. بعد دیگه با رزولوشن بالاتر فرستادم، بعد گفتن که نه واضح‌تر با کادر بازتر، و یه دونه تا کمر فرستادم گفتن نه بازتر بیشتر. دیگه الان یه دونه عکس 170 خودم رو زدم رو شاسی، جایی بخوام استخدام بشم با موتور میفرستم بره دم شرکت. حالا شما برو مدرک جمع بکن، ریز 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 رزومه بنویس عزیزم. اونا رزومه 170 میخوان قدی، تمام رنگی، ترجیحاً مهربون.